یکی توربو، یکی موتور آرسی تنفس طبیعی، جفتشون هولوش 45 هزار تا کار کردن، 2 سال توی این شهر تردد کردن، اما بعد از این 2 سال چه چالش هایی داشتن، چه هزینه هایی برای مالکینشون داشتن و ببینیم که کدومش صرفه هزینه کردن بیشتری داره و بعد از 2 سال استفاده تجربیاتمون رو بذاریم وسط، کدومش به صرفتره، کدومش توان بیشتری داره، کیف کدومش تو شهر بیشتره و بعدن هم بشینیم با هم دیگه در مورد این صحبت کنیم. هر دو تا ماشین رو خب تقریبا میشه گفت میشناسین و یکی از ماشینا هولوش 160-70 اسبه با تورک هولوش 201 نیوتن متر گشا و یکی دیگه از ماشینا هم که خیلی در موردش صحبت کردیم توی حالت لو بوس، یعنی بوست پایین 200 اسب و تو حالت فول بوس با بنزین مناسب هولوش 285 اسبه دقیق. اما چرا این رقابت رو استفاده کردیم؟ چون هر دوی این ماشینا بارها و بارها با هم رقابت داشتن و توی این رقابت یه سری بحث هم پیش اومده. بحث چی؟ بحث اصلا در مورد رقابت نبوده، بحث در مورد هزینه ها بوده. من توربو کردم، این کارا رو روش انجام دادم، منم گفتم که منم کپسولمو بستم، این کارا رو روش انجام دادم و نتیجه های مختلفی گرفتیم و میخوایم اینا رو همه رو بذاریم وسط و در انتها ببینیم چه خبره. این ماشین تا الان یه سری قطعاتش تعویض شده و الان هم موقع تعویض کارتریج توربوشه. هولوش 34 هزار تا کار کرده و تقریبا رسیده به موعد این سرویسش که باید انجام بشه. سرویسیه که با توجه به نوع توربو شارژایی که توی میان رده قیمتی هستن معمولا اتفاق میفته و باید در موردش صحبت کرد. توی این ماشین هم تقریبا سرویسی که واسش انجام شد چیزایی بود که رو 45 هزار تا هر موتوری باید انجام شه. تعویض تسمه تایم، چک کردن دست موتورها، تعویض شمع، یه ایراد توی سیستم اگزوزش و یه روغن ریزی هم از سیستم از درب سوپاپ هواش. اما بچه در سوپاپ هواش. اما داستان چیه؟ هر دو تا این ماشین میگم با هم دیگه رقابت داشتن و داستانم اینه که میخوایم تعریف کنیم که چه چالشایی میتونستن داشته باشن، 45 هزار تا کار کردن، چه هزینه هایی رو دست ما گذاشتن و چه هزینه هایی نذاشتن و بازم میگم تیو 5 بهتر نبودیم وسط. چون خودم عاشق تنفس طبیعیم، اول باز از همین موتور شروع میکنم. خب همینجوری که میبینی با برداشتن درب موتورش، موتور 2 لیتری معروف RC مشخصه. یه سری لوله و شیلنگ هم هست که معروض به نایتروسش و بعدن زیادتر در موردش صحبت میکنیم. حالت لوبوست این ماشین و که هولوش 200 اسبه رو راحت میتونه حریف باشه و علل خصوص توی حالا اون حالتهای شهری تا مالک این ماشین نیومده میتونیم اینا رو بیشتر توضیح بدیم. یعنی چی؟ های بوست تو من میتونم کپسول پر بیارم و بریم رو های بوستش با هم دیگه گاز بدیم، اینم میشه رو های بوست. خب منم میتونم شاتون بندازم توربو رو بزرگتر کنم. شاتون بندازی توربو تو بزرگتر کنی، پس باید یه تغییر رو موتورت بدی دیگه تا یه مرحله بیای بالاتر. یعنی 285 اسبی که الان اونجاست به هولوش 220 اسبی که مثلا با کپسول میخواد بهش برسه میچربه. خب منم میتونم بوستمو برم بالا 15 تا بیام رو 20 پی اس آی حدود 300 اسب. اما 300 اسبی که توی مسافت بیشتری اتفاق میفته و میشه گفت تو 400 متر یه RC با سیستم نایتروس میتونه قشنگ بهش بچربه. موتور من تیو 5 همه قطعاتش هم هست. موتور تو چی RCه؟ قطعاتو میتونی پیدا کنی؟ خب قطعات این واقعا سخت گیر میاد، یعنی نمیشه گفت قطعاتش تو هر انباری میشه پیدا کرد. یه سری قطعاتش که اورجینال میشه پیدا کرد، یه سری قطعاتش رو باید از رو ماشین استوک برداری، یه سریش هم واقعا نیست در جهان. یعنی یه واشر در سوپاپ روغنشو نیست، باید با چه بگم بیا بگازیم ولش حالا بده بر. You tripping, bro. الان ماشین مثلا 400 تا گشت‌آورد داره، اصلا تنفس طبیعی داریم اینقدر گشت‌آورد داشته باشه؟ توی تنفس طبیعی گرفتن گشت‌آور بالا خیلی سخته و اون گشت‌آور بالا با فشار بوست توربو شارژ ایجاد میشه و گشت‌آور بالاتر میتونید توی توربو دیزل هم ببینیم، گشت‌آور خیلی زیاد. اما همه چیز اسب و گشت‌آور نیست و ماشین باید
تو ستاپ مناسبش بشه. یه ماشین برای 400 متر، یه ماشین برای مصرف شهری دیلی درایو، آیا اون همه گشت‌آور رو تو هر روز استفاده می‌کنی؟ یعنی هر بار که داری سر بالای یادگار ما میری 400 نیوتن متر گشت‌آور رو داری استفاده می‌کنی و این همه گشت‌آور آیا به سیستم انتقال قدرتت آسیب نمی‌زنه؟ و صفحه معمولی که این همه گشت‌آور که نمی‌تونه تحمل کنه. من گرافیت تک انداختم به خاطر راحتی و دیلی درایوی که خودت داری میگی. میتونم یه دونه دوب بندازم، صفحه دوب بندازم که بتونه این گشتاورد رو تحمل کنه و انتقالم بده، ولی از اون طرف نیم کلاج ندم و یه ذره سخته، سفتره، هزینه صفحش هم بالاتره. ولی گشتاورد توربو بعد از صداش لذت بخشترین بخش توربوه. تو همچین چیزی داری؟ در جواب شما میتونم بگم NA forever natural aspiration برای همیشه. فول تراتل این ماشین صدایی که میده تمومه، کار جمعه. چه فول تراتل تک دهنه، چه فول تراتل چهار دهنه، شاید اونقدر گشتوار نباشه اما صداش حرف نداره. حالا که این همه گفتی، از پایداری ماشینت بگو. آیا شما ESP فعاله؟ آیا سیستم‌های کمکی فعال و غیر فعال داری برای هندلینگت؟ میتونی اون گشتوار رو کنترل کنی یا نه؟ اول از همه تراتل، یعنی با اون صدا مثلا میتونی تو شهر تردد کنی؟ دوم این که وقتی تراتل کنی، چهار دهنه کنی، ESP در مدار خارج میشه. ولی تک دهنت واقعا ESP خیلی خوبه. چهار دهنه هم خیلی صداش زیاده، هم مصرفش بسیار بالاست و استهلاک شهریش هم واقعا بالاست. اما تک دهنه اگه فابریک باشه میشه گفت گزینه خوبیه، اما اگر یه تک دهنه 170-180 اسبی باشه توی شهر واقعا میتونه آسیب زننده باشه، واقعا میتونه آزاردهنده باشه. خب آره، یه تک دهنه 170-180 اسبی خوب راه میره واقعا تو شهر، ولی استهلاکش خیلی بیشتر از لو بوست اینه. حالا توی های بوست هم با حواست به یه سری پارامترها باشه، و اگر نه، اگه حواست نباشه توی های بوست ضررهای هنگفتی بهت میزنه. آقا این همه صحبت کردیم، بیا بریم گاز بدیم، اصلا دوباره مشخص شه. این همه که با هم گاز بدیم، بیا بریم گاز بدیم ببینیم چه خبره. خب اجازه بده من شیر بوست هم اول باز کنم. پس بذار ببینم کپسول پره یا نه. اجازه بده من شیر کپسول رو ببینم پره. چرا هیچی توش نداشت ننه مرده؟ خوشت اومده؟ نه برچی خفه شو بابا، خوشت اومده؟ خفه شو بابا.